مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران میگوید که سیاست امارت اسلامی اقتصاد محور است. آقای عبدالکبیر در هفتمین نمایشگاه چین آسیای جنوبی گفته که این گونه نمایشگاه ها کشورهای منطقه را با هم نزدیک میکند و دولت افغانستان در کنار طرح کمربند و راه چین به همکاری همه جانبه در تمام بخش ها باور دارد و آماده ایجاد تسهیلات لازم به سرمایه گذاران خارجی است. معاون سیاسی رئیس وزیران بار دیگر تاکید کرده که هیچ تهدید از سوی افغانستان متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست. حمیرا یوسفی گزارش می‌دهد. سیاست امارت اسلامی اقتصاد محور است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران در هفتمین نمایشگاه چین آسیای جنوبی و 27مین نمایشگاه صادرات و واردات کیونمنگ چین سیاست امارت اسلامی را اقتصاد محور عنوان کرده است. آقای عبدالکبیر میگوید که دولت افغانستان در کنار طرح کمربند و راه چین به همکاری همه جانبه در تمام بخش ها باور دارد و آماده ایجاد تسهیلات لازم به سرمایه گذاران خارجی است. دغه ډول نندرتونونو جوړول کولی شي د سیمې هیوادونه له یو بل سره نږدې کړي او لشته سوداګریزو فرصتونو ګټه پورته کړي. د ولس د هوساینې او اقتصادي هوساینې لپاره حکومتونه اړ دي چې له یو بل سره همکاري وکړي. همزمان سید محیودین سادات سفیر امارت اسلامی در چین در این نمایشگاه شرکت کرده و بر افزایش همکاری های مشترک با کشورهای منطقه به ویژه چین در این نمایشگاه تاکید کرده است. این رابطه هایی که یک خط یک راه هم که در افغانستان در خط میتونه که یک مسئله کلان اقتصادی را و کمک اقتصادی بیاره، میتونه منس یک حمایتگر اقتصادی در منطقه برای افغانستان تبدیل شود، برای اینکه افغانستان برای چینایی ها بسیار مؤثر است و در حقیقت بسیار پر اهمیت است. آقای سادات افزوده که افغانستان بستر مناسب برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی است و از موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار خوب در بخش ترانزیت و اتصال منطقه‌ای برخوردار است. گفتنی است که معاون سیاسی رئیس وزیران بار دیگر تاکید کرده که هیچ تهدید از سوی افغانستان متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست و با وجود روابط و تعامل خوب چین با حکومت کنونی، اما هنوز همین کشور حاضر نیست تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.